ابهت اسلام و مسلمین را در مقابل دشمن حفظ می کند، اما سلطنت نقطه مقابل اوست، حکومت های جائرانه نقطه مقابل اوست. امروز دنیا خیلی جاها هست اسمشون پادشاه نیست، اما در واقع پادشاهن. اسمشون سلطان نیست، ظواهر دموکراسی در اونجاها جاری است، اما در باطن همون سلطنت است. رفتار تعنت آمیز با مردم، رفتار ذلت آمیز با هر قدرتی که بالا سر اونها باشه. حتی در یک کشور بزرگ و مقتدر شما میبینید رؤسای سیاسی اونجا باز به نوبه خود مقهور دست صاحبان کمپانی ها، مراکز شبکه‌ای پنهان جهانی، مراکز مافیایی، مراکز صهیونیستی، بازم اسیر اونان، مجبورن طبق میل دل اونها حرف بزنن، موضع گیری کنن برای اینکه اونها نرنجن. این سلطنت است. وقتی که در رأس ذلت و زبونی وجود داشت، در قاعده و بدنه هم ذلت و زبونی وجود خواهد داشت. امام حسین علیه این قیام کرد. در رفتار امام حسین از اولی که از مدینه حرکت کرد تا مثل فردایی که در کربلا به شهادت رسید، هیجان معنویت و عزت و سرفرازی و در عین حال عبودیت در مقابل خدا، تسلیم مطلق در مقابل خدا محسوس است در همه مراحل. اینجور اون روزی که خرجین های نامه را، صدها نامه، شاید هزارها نامه برای او آوردند که ما شیعیان تو این، مخلصان تو این، در کوفه در عراق منتظر تو این، بیا، دچار غرور نشد. اونجا که سخنرانی کرد، سخنرانی حضرت این بود: خود تل موت علا ولد آدم مخیت القلادت فی جید الفتاد. صحبت از مرگ کرد، نگفتش که ما چنان میکنیم، ما چنین میکنیم، دشمنانش رو تهدید بکنه، دوستانش رو تطمیع بکنه، از حالا مناصب را در کوفه تقسیم بکنه. نه، حرکت حرکت مسلمانانه، همراه با معرفت، همراه با عبودیت، همراه با تواضع. اون وقتی است که حالا همه دست‌ها رو به طرف او دراز کردن، به نسبت به او اظهار ارادت می‌کنن. اون روزی هم که در کربلا محاصره شد، در مقابل یک جمع کمتر از 100 نفر، حالا 72 نفر یا چند تا بیشتر یا چند تا کمتر، در حدود 30,000 جمعیت جمع شدند از اراذل و اوباش و او رو محاصره کردن، جانش رو تهدید کردن، عزیزانش رو تهدید کردن، زنها و حرم او را تهدید به اسارت کردن. اون روز هم ذره ای احساس اضطراب در این مرد خدا، این بنده خدا، این عزیز اسلام مشاهده نشد. در روز عاشورا اون راوی که حوادث را نقل کرده است و در کتابها دهن به دهن نقل کرده اند، میگه: فوالله ما رأیت مکثورا. مکثور یعنی اون کسی که امواج غم و اندوه بر سر او بریزه، بچهش بمیره، دوستانش نابود بشن، ثروتش از بین بره، همه امواج بلا به طرف او بیاد. اینو بهش میگه عرب مکثور. میگه من ندیدم هیچ کسی را در چهار موجه بلا مثل حسین ابن علی عربت و جعشن محکم دلتر، استوارتر از حسین ابن علی. میگه من تا حالا در میدانهای گوناگون جنگها، در میدانهای اجتماعی، در میدان سیاست، انسان با آدمهای گوناگونی برخورد میکند، کسانی که دچار غمهای گوناگونند. میگه هرگز ندیدم کسی در چنین هنگامه ای مثل حسین ابن علی، چهره شاد، مصمم، حاکی از عزم و اراده، متوکل به خدا، با این همه مصیبت. این همون عزت الهی است و این جریان را در تاریخ امام حسین گذاشت. بشر فهمید
که باید برای اون چنان حکومتی مبارزه کند، برای اون چنان جامعه‌ای باید تلاش کند، جامعه‌ای که در اون پستی نباشد، جهالت نباشد، اسارت انسان نباشد، تبعیض نباشد. همه باید جهاد کنند برای اون چنان اجتماعی که به وجود بیاد و میاد و ممکنه و ممکنه. یک روزی بود که بشر مایوس بود، انقلاب اسلامی و نظام اسلامی نشان داد ممکن است، ممکن است. نظام اسلامی به اون حد نرسیده است، اما بزرگترین موانع را در سر رسیدن به اون مرحله از سر راه برداشت. حکومت طاغوت‌ها، حکومت دیکتاتورها، حکومت انسان‌هایی که بر مردم شیر بودند در مقابل قدرت‌ها روباه